سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت قسمت جدید جان ویک. قراره با هم دیگه بررسی کنیم که قبل از دیدن این فیلم چه اطلاعاتی بهتره که داشته باشیم تا بتونیم از داستان لذت بیشتری ببریم. دنیای جان ویک در حال توسعه است. همین الان که این فیلم داره اکران میشه، فیلم بالرینا با بازی آنا دی آرمس در حال ساخته. همینطور از گذشته هتل معروف توی فیلم قراره یه اسپیناف جداگانه ساخته بشه. پس بهتره که این دنیا رو بشناسیم. دنیای جان ویک پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. مثلا کل داستان جان ویک به گفته خود کارگردان فقط توی 10 روز اتفاق افتاده. و از قسمت اول که سگ جان ویک رو زدن کشتن تا آخر قسمت سوم یه خورده بیشتر از یه هفته است. همین که قسمت قبل این فیلم 4 سال پیش اکران شد و احتمالاً خیلی از جزئیات داستان رو فراموش کردید. مخصوصاً شخصیت الدار رو. پس ما تو این ویدیو تمام این اطلاعات رو بررسی میکنیم. فقط قبلش بهتون هشدار اسپویل 3 قسمت اول جان ویک رو میدم و دیگه بهتره بیشتر از این وقتمون رو تلف نکنیم و بریم سراغ کارمون. And Mr. Wick. مرحبا. الدار شاید مهمترین شخصیت داستان بودش، چون سازنده های دنیای جان ویک برای توسعه این دنیای حرکت هوشمندانه ای دارن انجام میدن. تو این داستان یه سری قوانین تعریف میکنن و بعد با شکستن این قوانین باعث گسترش این دنیا میشن. تو دنیای جان ویک حتی جنایتکارا هم برای خودشون قوانین دارن و حتما هم باید به قوانینشون احترام گذاشته بشه. مثل اون هتل معروف که هتل زنجیره‌ای تو سراسر دنیا شعبه داره و کسی حق نداره تو این هتل کس دیگه رو بکشه. و این هتل به طور مستقیم توسط های تیبل اداره میشه که حالا جلوتر میگیم اینا کیان. سازنده با شکستن قوانین خودشون باعث خلق داستانهای جدید میشن. فیلم جان ویک 1 توی قسمت اول تقریبا داستانش تموم شد. یه سگ کشته شد و عواملش هم پایان فیلم مجازات شدن و داستانش تموم شد. ولی توی قسمت دوم ما با یه قانون جدید توی این دنیا آشنا شدیم. یعنی یه نشان که توی دنیای جان ویک وقتی کسی یه کمک ویژه از یه کس دیگه بخواد، این نشان رو میتونه طلب بکنه. اون کسی هم که این نشان رو داشته باشه توی هر زمانی هر چیزی که بخواد میتونه از کسی که نشان رو با خون خودش امضا کرده طلب بکنه. فقط وقتی این نشون کامل میشه که طرف مقابل هم با خون خودش این نشان رو علامت بزنه، اون وقته که این نشان باطل میشه. نمیشه صاحب این نشان رو کشت، نمیشه جواب رد به این نشان دادش و داستان جان ویک دوم از همینجا شروع شد. توی ابتدای داستان جان ویک دوم ما با شخصیت سانتینو که قبلا از جان ویک یه دونه نشان داشته آشنا میشیم. سانتینو میخواد که به جان یه ماموریت جدید بده و این ماموریت باعث میشه که ما با یه چیزی آشنا بشیم به اسم شورای 12 نفره که توی فیلم بهشون میگن های تیبل ها. این شورا تشکیل شده از 12 تا خانواده مافیاییه. نکته جالبش اینجاست که این قسمت از داستان از واقعیت الهام گرفته شده. توی اوایل قرن 20 وقتی که گروه‌های مافیایی ایتالیایی آمریکایی توی محله‌های مختلف نیویورک و بقیه ایالت‌های آمریکا با هم دیگه درگیر می‌شدن، این گروه‌های مافیایی یه روزی دور هم جمع میشن، با هم دیگه یه قرارداد امضا می‌کنن تا دیگه هیچ وقت با هم دیگه درگیر نشن و هر کدوم از این گروه‌های مافیایی به حقوق بقیه احترام می‌ذاشتن. هر کس هم از قوانین بین گروه‌های مافیایی تخلف می‌کرد، خیلی سریع از بین می‌بردنش. همین موضوع باعث قدرت گرفتن این گروه‌های مافیایی شده بود که مثلا آل کاپون یکی از همین اعضای این گروه‌ها بود. حالا توی داستان جان ویک اومدن تخیل رو چاشنی داستان کردن. این 12 تا خانواده هر کدومشون یه منطقه بزرگ و تحت کنترل خودشون دارن و هر کدوم از این خانواده ها رؤسای گروه های محلی رو مشخص میکنن. توی دنیای جان ویک تا الان ما فقط 1 نفر از اعضای این 12 خانواده رو دیدیم. همون سانتینو که ابتدای جان ویک دوم با کیانو ریوز ملاقات کرد. هر شخصیتی که ما تا الان توی فیلم دیدیم همشون از گروه های مافیایی محلی بودن. مثلا اون کسی که مورفیوس نقشش رو بازی میکرد، یه گروه زیرزمینی و یه شبکه اطلاعاتی زیر پوست شهر درست کرده بود و مستقیما زیر نظر های تیبل کار میکرد. یا مثلا دایرکتور که جلوتر در تو باهاش صحبت میکنم که این شخصیت کی بودش، یا مثلا بردا. اینا هر کدوم افرادی هن که توسط این شورای 12 نفره تعیین میشن و هر کدومشون یه منطقه رو اداره میکنن. You gave John Wick 7 bullets. The high table is giving you 7 days. 7 days you abdicate your throne.
داستان جان ویک دو از اینجا شروع شد که یکی از خانواده هایی که عضو این شورای 12 نفره بوده سر قضیه جانشینی دچار مشکل میشه و پسر این خانواده میره سراغ جان ویک، ازش میخواد که خواهرش رو بکشه چون پدرش دخترش رو به عنوان جانشینش انتخاب کرده و پسر از این موضوع ناراحته، برای همین میخواد که جان ویک رو بفرسته سر وقتش تا خودش بتونه جانشین باباش بشه. جان ویک هم به خاطر اینکه اون نشان رو داشت نمیتونه جواب رد بده و میره و خواهر رو میکشه، که اتفاقا اون صحنه‌ای هم که خواهر رو کشت یکی از صحنه‌های اکشن معروف تاریخ سینما شد، چون تو اون صحنه به تنهایی جان ویک 69 نفر رو میکشه. ولی خب تو این دنیا داستان اینجوری تموم نمیشه. هر وقت که جان ویک ماموریتش رو تموم میکنه، سازنده‌ها یه کاری میکنن که جان ویک یکی دیگه از قوانین رو زیر پا بذاره تا داستان همینجوری ادامه پیدا کنه. جان ویک وقتی که خواهر خانواده رو کشت، سانتینو بعد از تموم شدن ماموریت بالای سر جان ویک جایزه تعیین میکنه تا جان ویک رو بکشه و قضیه ساکت بمونه. ولی جان ویک سانتینو رو توی هتل میکشه و قانون بیطرف بودن هتل رو نقض میکنه و توی داستان از دست سانتینو خلاص میشه، ولی حالا توسط سازمان قراره کشته بشه و داستان جان ویک 2 با قانون نشان شروع شد و داستان جان ویک 3 با زیر پا گذاشتن بیطرفی قانون هتل شروع میشه. به خاطر این اتفاق جان ویک از جامعه آدمکشا اخراج میشه، که وقتی که میخواستن جان رو بندازن از این جامعه بیرون یک کلمه لاتین میگفتن که معنیش میشد اخراج از سازمان. جان ویک و اینجا توی جان ویک 3 داستان میرسه به شخصیت الدار. شخصیت الدار شخصیتی که سازنده ها گفتن از شخصیت حسن صباح الهام گرفتنش. حسن صباح کسی بود که یک گروه آدمکشی حرفه‌ای به نام حشاشیون رو تشکیل داده بود. یه سازمان عریض و طویل با قوانین خیلی سفت و سخت برای آدمکشی. توی واقعیت آدمکشای حسن صباح در میان مردم زندگی می‌کردن. لباس معمولی می‌پوشیدن، شغل‌های معمولی داشتن، ولی به وقتش زمانی که حسن صباح دستور می‌داد، آماده بودن برای اینکه مأموریت ترور رو انجام بدن. که توی این فیلم هم بهش مش رو نشون دادن. مثلا نشون دادن که طرف آشپزه، ولی وقتی که دستور میگیره خیلی سریع به یه آدمکش حرفه‌ای تبدیل میشه. توی داستان جان ویک 3 الدار توی نقطه نامعلوم وسط بیابون زندگی میکردش. حالا اینکه این شخصیت اونجا چیکار میکرد؟ اونجا جاییه که از روز اول این سازمان متولد شده. روز اول یه گروه کوچیک بوده با چند تا دونه آدمکش، ولی به مرور زمان انقدر این سازمان بزرگ شده که با 12 خانواده مافیایی بزرگ هم پیمان شده و این خانواده ها زیر مجموعه خاندان الدار قرار گرفتن. توی داستان ما میفهمیم که عمر این سازمان بیشتر از تمام دولت هایی هستش که تو اون زمان دارن به دنیا حکومت میکنن و شخصیت الدار نواده اولین کسی است که توی بیابون های مراکش این سازمان رو تأسیس کردن و الدار قدرتش رو از اجدادش به ارث برده، قدرتی که فقط برای یه گروه سازمان یافته زیرزمینی نیستش. توی قسمت سوم جان برای اینکه بتونه کاری بکنه که از دست شورای 12 نفره راحت بشه، خودش رو میرسونه به الدار، چون الدار تنها کسیه که بالای هرم این سازمان قرار داره و اون شورایی که بهشون میگفتن های تیبل ها زیر دست الدار محسوب میشن. جان میخواست خودش رو برسونه به الدار تا دوباره وفاداریش رو بهش اثبات بکنه و توی رسیدن به مسیرش سکه هایی رو دید که تو این دنیا ضرب میشه و دست آدمکشا بود. این سکه ها از طلا ان، ولی حالا جالبیش اینجاست که بر اساس ارزش طلاشون معامله نمیشن. هر سکه نشانه یه ماموریته. هر کمکی یا هر ماموریتی که یه نفر تو این دنیا انجام بده یه سکه میگیره. حالا میتونه خدمات پزشکی باشه، میتونه یه دست لباس زده‌گوله باشه، یا مثلا سربنیست کردن جنازه باشه. به ازای هر ماموریت یه سکه دریافت میشه. یعنی توی اپیزود اول که ما میدیدیم که جان اون همه سکه طلا داشت، نشون میدادش که جان چند تا آدم رو کشته و الدار رو تو این دنیا خیلی کاریزماتیک نشون داده بودن. با اینکه توی بیابون بودش اما از همه چیز اطلاع داشت، از اینکه جان کیه، چرا اومده پیشش، چرا بقیه میخوان بکشنش. اونجا الدار از جان میپرسه که چی میخوای و جان بهش میگه که میخواد که زنده بمونه تا بتونه یاد همسرش رو زنده نگه داره. در ازاش الدار از جان خواستش که وفاداریشو اثبات بکنه و اون هم برای نشون دادن تعهدش به سازمان انگشتی که حلقه ازدواجش رو داشت قطع کرد و حلقه ازدواجش رو که اصلا کلا همه این دعواها سر همین حلقه شده بود رو دادش به الدار تا نشون بده که چقدر بهش وفاداره. و الدار هم از خطای جان میگذره و ماجرای مرگ سانتینو اینجا تموم
تموم میشه، ولی از جان میخواد برای اینکه وفاداریشو اثبات بکنه برگرده به هتل و وینسنت رو بکشه. دلیل اینکه این خواسته رو از جان داشت به خاطر این بود که وینسنت بعد از اینکه جان سانتینو رو کشت، یک ساعت به جان وقت داد تا فرار بکنه و به خاطر همون یک ساعتی که به جان وقت داد تا فرار بکنه، حالا الدار میخواد که بکشتش. توی قسمت سوم جان برای رسیدن به الدار هر چی که داشت رو استفاده کرد. مثلا رفتش سر وقت دایرکتور و از اون کمک گرفت. اینکه این شخصیت کیه مطمئنا توی آینده بیشتر مشخص میشه، مخصوصا توی سریال بالرینا. اما این تئوری داده میشه که این شخصیت کسیه که جان ویک رو بزرگ کرده. توی قسمت سوم ما دیدیم که این شخصیت کنار یه سری بالرین بود و داشونا رو تربیت میکرد و این بالرین ها علاوه بر اینکه رقاصن، آدمکش های حرفه‌ای هم هستن و این شخصیت و این رقص های باله متصل میشن به فیلم بالرینا که همین الان در حال ساخته شدنه و آنا دی آرمس نقش یکی از همین بالرین ها رو بازی میکنه که یه آدمکش حرفه‌ایه. کیانو ریوز هم حضور داره و ممکنه یه فلش بک هایی به دوران کودکیش هم زده بشه. اگرم یادتون باشه کیانو روی تمام بدنش یه سری خالکوبی داشتش که همشون نمادهای دین مسیحیت بود، مثل صلیب و کلیسا و اینجور چیزا، و اینم باز این تئوری رو قوت میده که جان توی همین کلیسا بزرگ شده باشه، چون شخصیت دایرکتور توی یه کلیسا مستقره و کمک کردن شخصیت دایرکتور به جان باعث میشه تا شورای 12 نفره ازش انتقام بگیره و همین انتقام اولین خطوط داستانی جان ویک 4 رو شروع میکنه. توی جان ویک 3 هر کسی که به جان کمک کرد از شورای زخمی خوردش. مثلا مورفیوس به خاطر اینکه 7 تا گلوله به جان دادش 7 تا زخم بهش زدن، یا مثلا شخصیت وینسنت از مدیریت هتل اخراج شد. توی پایان قسمت سوم دیدیم که جان رفتش سر وقت وینسنت ولی اون رو نکشتش و تصمیم گرفت به خاطر دوستی که با وینسنت داشت باز هم بر علیه سازمان بجنگه. که حالا جالبش اینجا بود که برای قوانین شورای های تیبل اومده بودن یه شخص تعریف کرده بودن، یه زن بی احساس که بهش میگفتن قاضی، کسی بود که از طرف شورا فرستاده میشد که به تخلف ها رسیدگی کنه. و تو آخر فیلم وقتی دیدش که جان نمیخواد وینسنت رو بکشه، دیدیم که قدرت خیلی زیادی داشت. با یه تلفن کاری کرد که مسئولیت هتل برداشته بشه و کاری کرد که بشه که به این هتل حمله کرد. ولی توی پایان فیلم دیدیم که جان و وینسنت توی یه حرکت هماهنگ جوری صحنه سازی کردن که انگاری وینسنت جان رو با تیر زد و کاری کردن که جان بتونه فرار بکنه. اینطوری وینسنت دوباره تونست داخل سازمان بمونه ولی جان مجدد فراری شد. یه جورایی داستان جان ویک 3 یه داستان تلاش باطل بود. این همه جان کوبید رفت پیش الدار که دوباره عضوی از سازمان بشه، بعد اون بهش گفت برو وینسنت رو بکش، اونم برای اینکه وینسنت رو نکشه پشت کرد به سازمان و دوباره تحت تعقیب سازمان قرار گرفت. ولی این بار تو قسمت 4 داستان یه خورده فرق داره. این بار جان میخواد بره سراغ تمام کسایی که یه زمانی زخم خورده شورای های تیبلن. این بار دیگه توی جان ویک 4 دشمن واقعی خود سازمانه، سازمانی که تمام این سالها جان ویک براش کار میکرده. توی تریلر هم یه سری تصاویر مهم وجود داره که نشون میده که جان ویک مجددا به بیابون برگشته و به نظر میاد که دوباره رفته سراغ الدار، ولی این بار به نظر نمیاد که رفته باشه که باهاش حرف بزنه. قطعا توی این مسیرش هم تمام دوستان قدیمیش قراره بهش کمک بکنن. همین که این تئوری داده میشه که قراره بعضی دیگه از اعضای شورای 12 نفر رو ببینیم. مثلا بازیگرای معروف ژاپنی توی قسمت 4 جان ویک بازی میکنن. به نظر میاد که مثلا یکی از این 12 خانواده یه خانواده ژاپنی قراره باشه و ما اعضاش رو توی این فیلم میبینیم. همین که این تئوری داده شده که ممکنه توی قسمت 4 از اسم و نام‌های شناخته شده در رابطه با این شورای 12 نفر استفاده کنن. مثلا نام یاکوزا قراره استفاده بشه. همین که توی تریلر تصاویر یه فردی رو هم نشون دادن که به نظر میاد که خودش یکی از اعضای همین شورای 12 نفره باشه و شاید بخشی از این شورا بخوان به جان ویک کمک بکنن و یه جور جنگ داخلی تو این شورا اتفاق بیفته. همین که یه آدمی هم تو این جلسه اینجا وایساده که یکی از همون علامت‌های قاضی‌ها رو روی لباس خودش داره. همین که یه نکته مهمی رو هم خود کارگردان گفته که توی این قسمت ممکنه یه کسی که مثل خواهر ناتنی جان ویک باشه توی فیلم حضور داشته باشه و شاید از گذشته جان ویک هم یه چیزایی رو بتونیم بفهمیم. و داستان جان ویک 4 گره خورده به های تیبل و جان ویک میره برای نابودی سازمان. تا الان از قسمت
اول تا سوم جان ویک 299 نفر رو کشته. حالا بعد ببینیم که توی قسمت جدید قراره چند نفر رو بکشه. البته قطعا کار رو تموم نمیکنه، چون جان ویک 5 هم وجود داره، از همین الان چراغ سبز رو گرفته، دو سه سال دیگه قسمت پنجمش هم منتشر میشه. موقع دیدن فیلم هم به یه نکته توجه بکنید، اینکه کارگردان این فیلم سالهای طولانی خودش بدلکار بوده. مثلا بدلکار کیانو ریوز بوده توی فیلم ماتریکس و توی بیش از 200 فیلم که خیلی هاشون معروف ترین فیلم های تاریخ سینما بدلکاری کرده. بر همین حالا که خودش کارگردان شده، بیشتر تصاویر اکشنی که میسازه از بدلکاری استفاده میکنه و خیلی کم از پرده سبز استفاده میشه. پس موقع دیدن فیلم به بدلکاری ها دقت بکنید، اینجوری لذت دیدن فیلم براتون بیشتر هم میشه. حالا یه ویدیو پشت صحنه هم از پشت صحنه فیلم میسازم که بهتون نشون بدم که چقدر ساخت فیلم ظرافت داشته. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.